من از کودکی شاهد خودکامگی و سبکسری کاهنان و متولیان معبدامون و دیگر معابد بودم و روز به روز بر نفرتم از آنان افزوده می شود، تا زمانی که آمون آن اخماهو و دیگر کاهنان را از اریکه قدرت به زیر نکشم آرام نخواهم نشست. با شما هم عقیده‌ام و برای رسیدن به مقصود پیشنهاد می کنم که ابتدا ارکان بقای آمون را از بین ببرید و سپس آمون را. آن دو رکن است: پایگاه مردمی آمون و ثروت انبوه معابد. تا این دو رکن باقی است، آمون و کاهنان معبد نیز باقی هستند. من آن زمان را دور نمی بینم، زمان انحطاط معابد. خشکاندن ریشه آن اخماهو به این سهولت نیست. آنان به همه جا نفوذ کردند. من حتی به مادرم بانو تی هم اعتماد ندارم و همیشه نگران این هستم که مبادا اولین ضربه را او به من وارد کند. این یک مبارزه است جناب فرمان روا. جاسوسی و خبرچینی امری بدیهی است. حتی احتمال دست زدن به سوء قصد و جنایت نیز منتفی نیست. همانطور که در گذشته کاهنان قصد جان فرمان روای فقید و همه خانواده را داشتند. جناب یوزارسیف، شما برای مبارزه با عوامل معبد و قصر چه تدبیری اندیشیدی؟ ابتدا شناسایی عوامل معبد در قصر که تقریبا شناسایی شدند و سپس زیر نظر گرفتن و در صورت لزوم برخورد یا حزبان. نه، من با قلقم و کشتار موافق نیستم. منظور جناب یوزارسیف کشتن نیست، یعنی نیازی به کشتن نیست، فقط میتوان از قصر اخراجشان کرد. گفتید عوامل معبد را در قصر شناسایی کردید؟ آری بانه بزرگ، به زودی آنها را معرفی خواهیم کرد. جای نگرانی نیست. وقتی از قصد خارج شد به نینی فرکبتا خبر بده. تو را از کجا پیدا کنم؟ من همیشه اطراف قصد هستم. چشم بگردانی مرا خواهی دید. در فرصت مناسب کار را تمام کن. نگران نباشید، ما بقیه کار با من. فراموش نکن ما اصلا یک دیگر را نمی‌شناسیم. مطمئن باشید عالی جناب. همانطور که گفتم دیگر از دست من کاری ساخته نیست. من تلاش خود را کردم ولی هیچ فایده ای نداشت. آمنهوتپ او را خیلی دوست دارد و به هیچ عنوان او را بر کنار و یا عوض نمی کند. اگر آمنهوتپ یوزارسیف را از مسئولیت بر کنار نمی کند، ما از عرصه حیات بر کنار می کنیم. هر کاری میخواهید بکنید، فقط پای مرا به میان نکشید. نگران نباشید بانو، ما به کار خود واردیم.
جناب یوسف سیف، استقبال بردهداران و ثروتمندان از پیش پرداخت مالیات بسیار عالی بوده. بدیهیست، آن که به دنبال منفعت خیش است باید از بخشودگی مالیاتی استقبال کند. یک سال مالیات پیش پرداخت میکند، بعدن دو سال معاف میشود. عالی جناب، برای جمع‌آوری مالیات در دیگر شهرها نمیخواهید کاری انجام دهید؟ باید از دوستانمان که از زاویره آمدند کمک بخواهیم. فردا در محل کار با آنان سخن خواهم گفت. من آنها را با خبر خواهم کرد. چه شده اینا روز؟ چند لحظه پیش آپوکی کاهن را دیدم که به نزد بانو تی رفت. او را تعقیب کردم. با افسر مقابل قصر خیلی کوتاه صحبت کرد. اینها نقشه هایی در سر دارند. من بر جان شما بیمناکم. کسی باید از مرگ بترسد که یا پناهگاهی چون خدا نداشته باشد یا دلبستگی زیادی به این دنیا. عالی جناب، شما اکنون دیگر تنها متعلق به خود نیستی. چشم امید مردمی به سوی شماست. یوسف هیچ نیست. خداوند از فرستادن بندگانی چون من عاجز نیست. یوسف نباشد دیگری را خواهد فرستاد. بانو نفرتیتی کار داشتن. درود بر فرمان روا و خداوندگار من جناب آمنهوتپ. من به دنبال خداوندگاری بی همتا و توانا هستم. آن وقت بانو نفرتیتی ناتوانی چون مرا خداوندگار خود می داند. مانع استراحتتان شدم، مرا ببخشید. اما مطلب مهمی شنیدم که حتما باید به عرضتان برسانم. میشنوم. همینک به من خبر دادن که کاهنان معبد قصد جان یوزارسیف را دارند. کی؟ کجا؟ چگونه؟ یوزارسیف اکنون کجاست؟ اینها را نمیدانم. فقط با خبر شدم که کاهنان نقشه هایی در سر دارند. هر لحظه ممکن است جان یوزارسیف در خطر باشد. تو اینها را از کجا میدانی؟ ندیمه بانوتی خود شنیده بود که آپوکی کاهن با مادرتان در این خصوص صحبت می‌کردند. یوزارسیف را نزد من بخوانید. فوراً. درود بر عزیز مصر یوزارسیف حکیم. درود خداوند بر شما باد. چه شده؟ سراسیمه ای؟ جناب فرمان روا شما را احضار فرمودند و بسیار هم تعجیل دارند. اتفاقی افتاده؟ نگفتند ما این هم عجله چه کاری دارند؟ نه، فقط متوحش و مضطرب بودند و بر من فریاد زدند که شما را خبر کنم. برویم. درود بر جناب فرمانروا آمنهوتپ. شنیدم که کاهنان معابد برایتان نقشه هایی دارند. هنوز که اتفاقی نیفتاده. نگرانی شما بیدلیل است. ما نیز جسته و گریخته خبرهایی میشنویم یا تحرکاتی مشکوک را میبینیم که نگران کننده است. همین امروز آپوکی کاهن به دیدار بانو تی رفت. در آستانه قصر با یکی از محافظین گفتگو کرد. من کلام آنها را نشنیدم، اما یقین دارم قصد شومی در سر دارد. پس حقیقت دارد. همینک ندیمه بانوتی نزد من بود. می گفت حال که معبد نتوانسته از شما را از مسئولیت اداره امور مصر برکنار کند، تصمیم به سوء قصد گرفته است. نگفتم عالی جناب. همین چند روز پیش که بزرگ خوابگزاران را کشتند، یکی از اشرار زندانی در زاویرا به نام نینفر کپتاه به وضوح به من گفت در کمین یوزارسیف است. اینها مهم نیست.
من نگران عدم پیشرفت کارها در چنین فضای مسمومی هستم. تمام توش و توان ما به جای پرداختن به بحران قحطی صرف خونسا کردن این دسیسه ها می شود. پدرم فقط با خودکامگی کاهنان معبد مخالف بود، اما من با آمون و آیین آمون پرستی مخالف هستم. این آیین باید هرچه سریعتر از بین برود. من باید هرچه سریعتر در این خصوص تصمیمی قاطع و عاجل بگیرم. فردا ممکن است دیر باشد، ولی شمشیری که پیش از موعد از نیام بیرون آید ممکن است جان صاحبش را به خطر بیندازد. کوچکترین اقدام ما بر علیه معبد مردم را بر علیه ما تهییج میکند. از طرفی با گنجینه عظیمی که معبد آمون در اختیار دارد به سهولت میتواند هزاران نفر را بر علیه حکومت ما ساماندهی کرده و موجب مرگ هزاران انسان شود. اگر نمیبینید در روز روشن در قصر ما جاسوسی میکنند و نقشه قتل شما را در سر میپرورند. به آنها مهلت دهیم ضربه مهلکی به ما خواهند زد که جبران آن ممکن نخواهد بود. اگر جناب فرمانروا آرامش خود را حفظ کنند، من راه حلی به نظرم میرسد که میتواند مقدمه ای برای رهایی از دام کاهنان باشد. میشنوم. من رهایی از دسیسه کاهنان را میخوانم. چگونگی آن با شما؟ ابتدا از محضر فرمانرواز سوالی دارم، سپس راه مبارزه با کاهنان را خواهم گفت. من میخواهم بدانم جناب فرمانروا چه خدایی را میپرستند. من نیز خدای شما را نمیشناسم، اما همینقدر میدانم که همچون خدای معابد به فکر پر کردن گنجینه معابد نیست و پیامبر خود یوزارسیف را به هیچ چشم داشتی برای نجات و هدایت مصر فرستاده است. با این اوصاف که برشمردید، آیا می توانم شما را به پرستش خدای یکتا دعوت کنم؟ نیازی نیست، چون هم اکنون نیز من خداوند یکتا را می پرستم. خدای یکتا؟ آری، خدای یکتا، خدایی که یکسان بر همه هستی میتابد و الطافش یکسان شامل همه موجودات میشود. خدایی که حیات همه موجودات از اوست، رویش جنگل ها و باروری مزارع از اوست. جناب فرمانروا نباید هیجان زده شوند، ممکن است دوباره به حالت اغما بیفتد. من خدایاتون خدایی را میپرستم که هستی بی وجود او سرد و فسرده است. آیا منظور شما از خداوند یکتا همان آتون است؟ من درست متوجه نشدم. آیا جناب فرمانروا به آن خدا که فروزنده خورشید و خالق همه موجودات هست ایمان آوردند؟ هم به او و هم به پیامبرش. می توانم این خدای یگانه را آتون بخوانم؟ او را هزار یک نام است و هر جای دنیا او را به یک نام می خوانند. جناب آمنهوتب می توانند او را آتون می خوانند. آمنهوتب، آمنهوتب، من از این نام بیزارم، از نام آمون بیزارم. من آتون را میپرستم. از این پس میخواهم خود را آخناتون بنامم. نام زیبایی است، پرستنده ی آتون، آخناتون. از فردا دین خود را ابراز خواهم کرد. بگذار همه بدانند که آمنهوتب، نه آخناتون، خدای یکتا و نادیده را میپرستد و به همه دستور خواهم داد که یگانه پرست شوند و از خدایان بیجان و بیشمار مصر براءت جویند و آنها را نابود کنند. من با تغییر نام و یکتا پرست شدن شما موافقم، اما اجبار مردم به یکتا پرستی و تغییر آیین آنان را این زمان صلاح نمیدانم. به چه علت؟ با مخالفت مردم روبرو میشوید. مردم هنوز آمون را دوست دارند، اما اگر شما نام آیین خود را تغییر دهید مردم به تردید می افتند، زیرا آنها شما را فرزند خدا می دانند و بیزاری شما ایمان آنان را به آمون سست می کند. با این وصف کاهنان معبد از تغییر نام شما بسیار خشمگین خواهند شد. تردیدی نیست. من پیشنهاد میکنم این تغییر نام آیین را طی یک مراسم رسمی و در حضور همه مردم انجام دهید و به همه ابلاغ کنید. این کاهنان را به وحشت میاندازد، زیرا تغییر آیین فرمانروا از عظمت آمون و اعتبار کاهنان میکاهد.
به این ترتیب باید معبد آمون را در قصر خود تعطیل کنیم و بانو نفرتیتی نیز به آیین یکتاپرستی درآید. به این ترتیب از نفوذ کاهنان معبد در قصر جلوگیری خواهد شد. در این صورت خطر بیشتری جناب یوزارسیف را تهدید می‌کند، چرا که معبد همه این حوادث را از ناحیه ایشان می‌داند. نگران نباشید، خداوند نگهدار من است. جناب یوزارسیف، خداوند پیامبر خود را نگهداری می‌کند، ما هم پیامبر خود را. نگهبانی خداوند که از ما سلب مسئولیت نمی‌کند. هیچ کاو را تنها نگذارید، به خصوص وقتی که از قصر بیرون می‌رود. فرمانروای بزرگ مصر اولیا و سفلا، فرزند آمون، آمنهوتپ چهارم و همراهان وارد می شوند. اگر امروز مراسم بزرگداشت آمون نیست؟ آری، اما چرا این همه حقیر بدون تشریفات؟ امروز روز به قدرت رسیدن آمون خدای بزرگ مصریان است.
در این روز آمون تا یک مبارزه را خدای پیشین مصریان را شکست داد و خود بزرگ خدایان مصر شد. مردم مصر هر سال این روز را گرامی می دارند و فرمانروای مصر مراسم آیینی ویژه‌ای را برگزار می کند. علت حضور تندیس آمون در اینجا نیز همین است. امروز امنحتب ظاهرم قصد شستشوی آمون را هم ندارند. نه بخوری، نه تقصیل مهراب، و نه امروز باید امنحتب لباس رسمی می پوشید. باید با آمون احترامی کرد و به پای زانو می زد. علت نجواهایتان را می دانم. چند سوال ذهن شما را مشغول کرده، این که چرا لباس رسمی نپوشیدم، در مقابل آمون زانو نزده و با خور در آتش نریختم، و چرا مهراب آمون را با خون غسل ندادم. پاسخ روشن است. من از این پس دیگر آمون را نمی پرستم و به خدای یکتا ایمان آوردم. میدانستم یوسف کار خود را خواهد کرد. آری، من به خدای یکتا، به خدای آسمان ها ایمان آوردم و با ایمان شما مردم مصر کاری ندارم. هر کس سر انتخاب آزاد است. چه میگوی یا من هتب؟ این سخنان چیست؟ بس کنید مادر، بس کنید و بنشینید. شما کاهنان این تندیس را از اینجا بیرون ببرید. قصر آخناتون از این پس به آمون نیازی ندارد. معبد آمون را هم ببندید. این قصر از این پس معبدی هم ندارد. با شما هستم. گفتم این تندیس را از اینجا ببرید. بزرگان، سرداران و اشراف مصر، از امروز من خداوند یکتا را می پرستم و نام خود را از آمنحتب به آخناتون تغییر می دهم.
این را در سرتاسر مصر به گوش همه برسانید. نام فرمان روای مصر آخناتون است، یعنی پرستنده آتون خدای یکتا. نام من زمانی آمنهوتپ بود که آمون را می پرستیدم، اما از امروز دیگر آمون را نمی پرستم. قصر که کف حکومت می کنند به آمون و محبت آن نیاز نیست. این ها سزای کف خود با آمون را خواهند دید. آمون این همه بی ایمانی و کف را تحمل نخواهد. حتی باید منتظر یک فاجعه بزرگ باشم. من انتقام خواهم گرفت. از این پس کار ما فشرده و با جدیت باید آغاز شود، وگرنه در ذخیره سازی گندم توفیقی حاصل نخواهیم کرد. حضور جمع برادران در اینجا به معنای اعلام آمادگی است. به شهرها و قصبات مصر بروید و اخبار و اطلاعاتی را که میگویم جمع آوری کنید. عده‌ای را استخدام کرده و به اخذ مالیات ها و یک پنجم درآمدی که همه باید بپردازند سرعت بیشتری بدهید. این یک پنجم درآمد باید از همه مردم گرفته شود؟ نه، بدیهی است که فقرا از پرداخت یک پنجم معاف هستند. مطلب دیگر این که تعداد خانوار هر شهر یا تعداد فرزندان و افراد تحت تکفل باید معلوم شود. تعداد پیشه‌وران، کشاورزان و صنعتگران هر شهر باید معلوم شود و در نهایت تعداد اغنیا و برده‌هایشان و فقرای هر شهر باید به دقت معلوم شود. به راحتی نمیتوان تعداد اغنیا و فقرای یک شهر را مشخص کرد. اصلا چه نیازی به دانستن این مطلب است؟ به عکس اغنیا که جز خود را نمیشناسند، اگر جویا شوید فقرا هم امثال خود را میشناسند و هم اغنیا را. بیشک در زمان قحطی بسیاری از اغنیا برای فرار از پرداخت مالیات به لباس فقرا در می آیند. و اما ما باید بدانیم در زمان قحطی چه کسانی نیازمند مساعدت هستند و چه تعداد در قبال گندم وجهی باید بپردازند. درود بر بانو زلیخا. چی شده رودمون؟ خبرهایی شده که بد نیست شما هم بشنوید. امروز فرمان روا از آیین آمون بیزاری جسته و خود را آتون پرست نامید. نام خود را از آمون هتپ به آخناتون تغییر داده و دستور داد از این پس ایشان را آخناتون بنامند. آتون نام دیگر خدای یگانه است. یعنی خدای یوزارسیف؟ شک ندارم که این تغییر آیین از اشاره ها و رهنمودهای یوزارسیف است. ولی من شنیدم آخناتون یعنی فرزند خورشید. آتون پرستان خورشید را مظهر خدای یگانه می دانند. هر کس که با یوزارسیف باشد رنگ و بوی او را می گیرد. چه
چه کسی فکر می کرد که یک برده به جایی برسد که سرنوشت عظیم ترین امپراتوری جهان را به دست بگیرد؟ رودمون، به تازگی یوزارسیف را ندیده ای؟ آرخماهو و کاهنان معبد همه ی حوادث را از چشم شما می بینند. این روزها بیرون رفتن شما خالی از خطر نیست دالی جناب؟ جناب مالک، شما محله های فقیر نشین تبس را می شناسید؟ آری، 20 سال در آن آواره بودم. من نیز 20 سال است در تبس زندگی می کنم، اما تا کنون فقط 2 باران هم در کودکی تبس را دیدم، با پوتیفار و بانو زلیخا. ظاهراً تصمیم گرفتید محله های فقیر نشین تبس را ببینید. باید از نزدیک اوضاع شهر را ببینم. نگران نباشید، ببینید که با لباس مبدل می روم، کسی مرا نخواهد شناخت. از این پس من باید از تمام مزارع گندم، پنبه، پاپیروس، معادن سنگ و برده ها دیدن کنم. باید از اوضاع مصر اطلاع کامل داشته باشم. نگران نباشید، من تنهایشان نخواهم گذاشت. برویم مالک. اشراف این شهر بیش از اندازه در رفاه هستند. باید برای آنان چاره اندیشید. باید بخشی از ثروت خود را به فقرا بدهند. سال هاست که در مصر جمعیت اندک بر دوش جماعتی بیشمار سوارند. شما این سنت دیرینه را چگونه میخواهید برهم بزنید؟ خداوند پشتیبان من است. برای آنان نیز فکرهایی دارم. این خیابان به بازار برده فروش ها و دروازه شام منتهی می شود. دندان های سالمی هم دارم. من با صد درشت
نبود صد دبه. ۳۰۰۰ جناب پوتیفار عزیز مصر و فرمانده سپاهیان مصر ۳۰۰۰ دبر را پیشنهاد میدهد. جناب پوتیفار ۳۰۰۰ دبر پیشنهاد دادند. این برده به جناب پوتیفار فروخته شد. ۱۰ دبر. قدیر است و زورمند. ده دبل بیشتر میارید. ۳۰ دبل ۵۰ بیشتر ارزش دارد. مطیع است و سربرا. ۲۰ سال پیش مرا روی آن سکو به فروش گذاشتم. پوتیفار مرا به ۳۰۰۰ دبن خریداری کرد. به خاطر میآوری مالک؟ آری، دبن ها رو به پوتیفار پس دادم، اما چند سال بعد جناب یوزارسیف را به دست آوردم. من هم از اینکه دوست خوبم را دوباره یافتم خوشحالم. برویم. شهری که یوسف حکومت می کند و از باید این چنین باشد. خداوند مرا نبخشد اگر به این ستم رضا دهم. آنچنان این اوضاع را تغییر دهم که فرادستان به زیر پا بیفتند و زیر دستان زبردست شوند. بالا و پایین جای خود را تغییر دهند و فقیر و غنی همسنگ و همسان شوند. ما می خواهیم جناب این دستگیر را ببرید. برم ات بعدم بیایید. همینجا منتظر میمانیم. همینجا منتظر میمانیم. همینجا میمانیم. او را ببینیم. همینجا منتظر میمانیم. باید او را ببینیم. باید او را ببینیم. باید او را ببینیم. باید او را ببینیم. ما همینجا باید او را ببینیم. 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 باید
بسیار، من به شما قول میدهم که داد شما ستان را چه شد این مروز؟ این مرد چیست؟ خراش کوچکی است. نگران نباش. شما خوب باشی. من خوبم. سعی کن سخن نگوی. او را با خود قصر ببرید. نگهبان ها! سینوهای طبیب را هم خبر کن. سرنوشت خوبی نبود نیلوفر کپتا. من سعی کردم اما نفوذ در تو ممکن نبود. قلب تو با گناه مهر شده بود و امکان تاثیرپذیری نداشتی. از اینکه نتوانستم تو را هدایت کنم متاسفم. ای کاش این گونه تمام نمی‌شد. او را به غرب برده و دفن کنید. برویم. از تو سپاسگزارم. فداکاری تو امروز مرا نجات داد. ادای پیامبر خدا شدن سعادت می‌خواهد که من نداشته. ما هنوز به تو احتیاج داریم. من که جز شما یار و یاوری ندارم. به این زودی میخواهی تنهایم بگذاری؟ آرزویم این است که همه عمر چون خادمی در کنار شما باشم. درود بر علی جناب یوزاسیف عزیز مصر. درود خداوند بر تو.
شما کاسبی ندیدید؟ نه نه. زخم عمیقی است، خوب طاقت آورده، اما جای نگرانی نیست. مقداری کتان تمیز و آب گرم برایم بیارید. هرچه در توان دارید دریغ نکنید. میمی سابو برای من خیلی عزیز است. من باید به دیدار آخناتون بروم و ماجرای امروز را با او در میان بگذارم. ما از کجا اطمینان داریم که آن بیرون خطر در کمین جناب یوزارسیف نیست؟ جناب یوزارسیف نباید تنها قصر را ترک کند. شهر ناامن است. درست، من میروم مراقب او باشم. پس نینفر کپتا هم کشته شده؟ یعنی در بین کاهنان معبد و پیروان آمون یک نفر نیست که شر این کافر را از سر ما کم کند؟ روز به روز بیشتر بر آمون مسلط می شود و بیشتر آمنهوتب را شیفته خود می سازد. آمنهوتب ابله افسار خود را به دست او داده و آب را بدون مشورت با او نمی خورد. من یک نفر از افسران قصر را میشناسم که شهامت این کار را دارد. او به من قول داده که در اولین فرصت یوزارسیف فرصت طلب را مجازات کند. فکر میکنی از عهده این کار بر بیاید؟ آره. میدونی اگر افشا شود که معبد در قتل آمنهوتب و یوزارسیف دست داشته چه بر سر ما میآورند؟ خب مدرکی به دست آنها ندهید، مدرک را نابود کنید. یعنی هر کس که یوزارسیف و آمنهوتب را بکشد باید نابود شود؟ بهتر از آن است که در جنگی نابرابر ما از بین برویم و هزاران نفر از اهالی تبز کشته شود. نمی شود قصد کشتن را از سر بیرون کنیم؟ احمق! جنگ بر سر بقا و فنای معبد آمون و آیین آمون پرستی است. یوزارسیف دشمن من و توست. ما نکشیم او ما را نابود خواهد کرد. اگر او را بکشیم آمن هوتب ما را خواهد کشت. این را چه کنیم؟ ای آمون بزرگ، دشمنان ما را نابود کن. نگذار یک بیگانه کافر بر امور ما مسلط شد. نگذار خدای واقعی و بی‌هویت یوزارسیف بر تو و دیگر خدایان مصر مسلط شد. من به عنوان مشاور شما عرض میکنم اکنون برای اقدام علیه معبد زمان مناسبی نیست. بسیاری از مردم بیگناه کشته خواهند شد و سیطره معبد آمون هم برچیده نخواهد شد. در خصوص من هم نگران نباشید، آنان به من آسیبی نخواهند رسید. این نهایت گستاخی است. به جان شما سوء قصد شده، گرچه مدرکی نیست، اما تردید نداریم که کار معبد است. خبرچینی ها و دخالت هایشان را تحمل کردیم. توطئه و دسیسه را آغاز کردند. سوء قصد به جان شما را آغاز کردند. از کجا که فردا به جان ما سوء قصد نکنند؟ اگر آنان آسیبی به شما بزنند ما را نابود کردند. اگر قصد شما نابودی آخماه و کاهنان است، همین امروز میتوان به این مقصود دست یافت. اما اگر هدف تغییر آیین بت‌پرستی و دعوت به یک تا پرستی است، باید صبر کنید. مردم با شمشیر هیچ آیینی را نمیپذیرند. اگر جناب فرمانروا تا زمان قحطی صبر کنند، به خواست و اراده خداوند نابودی آمون و کاهنان را شاهد خواهید. بسیار خوب. از آنجایی که به شما اطمینان داریم صبر میکنیم. این ماجرای مسافرت چیست؟ شنیده این قصد سفر دارید. و
تصمیم گرفتم از تمام سرزمین مصر و قصبات بازدید کنم و میزان ذخیره سازی گندم و ساخت سیلوها را از نزدیک ببینم. با آن که تحمل دوری شما سخت است، اما چاره ای نیست، باید با تقاضای شما موافقت کنم، چرا که میدانم تصمیم درست است. من به جذب مردم و ایجاد ارتباط با آنان فکر میکنم. مردم اگر حکومت را از خود بدانند، دان اطمینان میکنند. امیدوارم این رابطه برقرار شود و بتوانیم مردم را تشویق به ذخیره سازی گندم و کشت وسیع کنیم. پیش از عزیمت شما را ببینم. حتما امیدوارم. بس کن مالک، او اینک اسیر است. نگه کن او را، ببرید. آل جناب، دستتان چه شد؟ چیزی نیست، به خیر گذارید. او را با خود به زندان موقت قصد ببرید. اتفاقی افتاده؟ میخواستن جناب یوزارسیف را بکشند. در این بس چه خبر است؟ حق دارند، وجود جناب یوزارسیف برابر است با نابودی آنها. به آنان حق میدهند، آنها از موجودیت خود دفاع میکنند. آن اخماو انسان زیرکی است. او خوب میداند کشتن یوزارسیف و آخناتون تنها راه نجات معبد است. خوشبختانه ضربه کاری نبوده. مقداری کتان تمیز و آب جوش برای میآورید. پناه و پشتیبان همه ما خداوند عالمیان است. اگر نیک بنگریم، هر لحظه و همه جا او در کنار ماست. آن اخباهو و کاهنان معبد آمون شانس بلندی دارند. هم من صفاک و خون ریز نیستم، هم جناب یوزارسیف اجازه نمیدهند که پا را از دایره عقل بیرون بگذارم، وگرنه از معبد آمون جز ویرانه‌ای بر جای نمیگذاشتم. جای نگرانی نیست. من سقوط آینه بت پرستی و سرنگونی آمون را دور نمیبینم. نمیدانم چرا امشب آسمان غمگین است. در آسمان امشب خبرهای خوبی نمیبینم. چه خبری؟ این خبر مربوط به چیست؟ درست نمیدانم. زادگاهم کنان را شلوغ و آشفته میبینم. در هر حال ما تسلیم اراده پروردگاریم. چرا نامه‌ای به یعقوب نبی نمینویسی؟ اصلا چرا چند پیک به کنان نمیفرستی تا پدرت از وضع حال تو با خبر شود؟ نمیدانم چه حکمتی است. تا کنون چندین بار اقدام کردم، اما هر بار پیک پروردگار یکتا مانع شده. ظاهرا هنوز زمان دیدار ما فرا نرسیده. Thank you.
سالهای گذشته راحیل، فائقه، یاکین پیر و بسیاری دیگر را دیدید که در پی این قافله رفتند. سال گذشته زلفا و امروز نیز بله کاروان مرگ بی وقفه می گذرد و آدمیان یکی پس از دیگری به ناچار به این کاروان می پیوندند. اگرچه بله و زلفا آتش حسادت و عداوت را در فرزندان من دامن زدند، اما من از آنان گذشتم، از آنان گذشتم و از خداوند میخواهم که از گناهانشان درگذرد. من مرگ بله را به دان و نفتالی تسلیت میگویم و از خداوند میخواهم که روح او را قرین رحمت خیش کنم. Oh!